در کلاسای فن بیان همیشه اولین چیزی که بهش اشاره میکنن تنفس شکمی یا دیافراگمیه. سوال: تنفس دیافراگمی واقعا به درد گویندگی میخوره؟ این کلمه یعنی تنفس دیافراگمی از واژه انگلیسی دیافراماریک بریف گرفته شده یا Abdominal breath یعنی تنفس شکمی حالا ببینیم دیافراگم چی هست؟ پرده دیافراگم یک پرده ماهیچه ای هست بین فضای تنفسی شما یعنی ششها و فضای شکمی شما. اینها رو از هم جدا میکنه زمانی که شما نفس میکشید و حجم بیشتر ریه هاتون رو پر از هوا می به این پرده دیافراگم فشار میاد و به سمت پایین خمیده میشه. اینجوری شکم شما میاد جلو. چه اتفاقی میفته چرا میگن تنفس شکمی یا دیافراگمی انجام بدید یعنی من توی گویندگی باید وایسم تنفس شکمی یا دیافراگمی انجام بدم نه موضوع اصلا این نیست. تنفس شکمی یا تنفس دیافراگمی چند تا فایده داره. یکیش اینه که ظرفیت تنفسی شما رو افزایش میده. ضربان قلب شما رو پایین میاره. فشار خون شما رو کنترل میکنه و همه اینا مجموعا باعث میشه که تنفس بهتری داشته باشید، آرومتر و ریلکستر تر باشید و بتونید گویندگی بهتری انجام بدید. ولی باورهای اشتباه در مورد تنفس دیافراگمی چیه؟ یکیش اینه که صدات خوب میشه تنفس دیافراگمی رو تمرین کن تنفس شکمی رو تمرین کن صدات خوب میشه دیگه صدات نمیگیره این یک باور اشتباهه باور اشتباه بعدی اینه که وقتی داری گویندگی میکنی باید تنفس شکمی انجام بدی این هم یک باور اشتباه دیگه است. در هنگام گویندگی فقط باید عادی باشین و به متن و محتواتون تسلط داشته باشین. حواستون به لحن باشه، حواستون به کار باشه و همین و بس. در مورد نفسگیری های بجا در هنگام گویندگی نکات و تکنیک های وجود دارن که بعدا در موردشون صحبت میکنیم. من ساغر مشهدی زاده هستم دوبلور و گوینده دو زبانه و در ویس باکس بعدی